عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز که در سری سلسله برنامه های کورو لایف خدمتتون هستیم. امشب انشالله سری دوم این سری لایف ها رو با همدیگه شروع خواهیم کرد. در شب اول در خدمت جناب پورمسعود عزیز هستیم که انشالله بحث روششناسی پیشگویی رو در خدمتشون هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای پورمسعود عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه مخاطبین عزیز، همچنین عرض تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه در خدمت شما هست. منم سال نو و اعیاد شعبانیه رو خدمت شما تبریک عرض میکنم از خطه مشهد مقدس سرزمین آقا علی ابن موسی رضا. انشالله نایب الزیاره شما از پشت درهای بسته خواهیم بود. در خدمتون هستیم، بفرمایید. حالا من در طول برنامه سوالاتی که پرسیدن رو از حضورتون میپرسم، شما بحث رو شروع بفرمایید. فقط رأس ساعت 8 هم به رسم ادب سلامی رو عرض میکنیم خدمت آقا علی ابن موسی رضا، گفتم که اینم حالا توی بحثاتون تنظیم داشته باشد. بله انشالله، خیلی عمالیه. عرضم خدمت شما این موضوعی که حالا عنوان شده و در موردش میخواییم صحبت بکنیم موضوع مهمیه. الان شرایط جهان به سمتی داره پیش میره که فطرت انسانها درگیره، یعنی بحرانی به وجود اومده و این بحران مردم رو از لحاظ روانی در شرایط قرار داده که مضطرن، یعنی احساس میکنن که یک راه نجاتی باید پیدا بشه، یک نفر بیاد اینها رو نجات بده، از این شرایط بحرانی خارج بکنن. و کاملا هم طبیعیه که انسان توی شرایط بحرانی و تحت فشار شدید روانی که قرار میگیره این مدل رفتارها و این مدل واکنشها رو نشون بده از خودش. لذا هر مطلب، هر اتفاق، هر پدیده‌ای که با توجه به این شرایطی که از لحاظ روانی روی هر انسانی فرقی نمی‌کنه تو هر شرایطی به وجود بیاد، اون رو مرتبط می‌دونه با راه‌های نجاتی که پیش روش قرار داده. برای همین شرایط اتفاقیه که الان توی دنیا افتاده رو مردم به صورت آخرالزمانی و حضور یک انسان نجات بخش و منجی دارن میبینن. خب طبیعیه که هر اتفاقی که میفته، انتشار این ویروس، نمیدونم زلزله، سیل، هر چیزی اینها رو امیدوار بکنه به حضور یک منجی. خب اینجا یک بحث تحلیلی به وجود میاد که آیا اولا ما در فضای آخر الزمان قرار داریم یا خیر. عرضم خدمت شما این که و این فضایی که درش وجود داریم با عنوان آخر الزمان، آیا فضایی هست که ما بتونیم این رو به عنوان دریچه‌ای برای حضور و ورود منجی در دنیا معرفی بکنیم مخاطبانمون یا خیر؟ خب یه نکته رو اول باید اینجا من متذکر بشم، بعد حالا وارد بحث بشیم به صورت مفصل. اون نکته هم اینه که ما در بین سه دوره آخرالزمان، ظهور و قیام منجی باید کاملا یک تمایز مفصل قائل بشیم. این تمایز مفصلی که عرض میکنم خدمتتون به خاطر شرایط دوره هایی که در این فضا وجود داره. برای ما تعریف شده آخرالزمان یک دوره، ظهور یک دوره و قیام یک دوره دیگه است. ببینید آخرالزمان نشانه هایی داره، ظهور هم نشانه هایی داره و از جمله قیام هم نشانه هایی داره. یعنی این سه تا دوره متفاوت برای مردم گفته شده، تبیین شده، یک نقشه راه کلی داده شده برای اینکه انسان ها در اون مسیری که حرکت میکنن به گمراهی، به حالا کج فهمی و تحلیل غلط نرسن.
لذا این اشتباه مصطلح یا اشتباه معنایی رخ میده که خیلی ها نشانه ظهور رو میگیرن و نشانه آخرالزمان تطبیق میدن، یا برعکسش. خیلی حالا به صورت مهندسی و ریاضی بخوایم مثال بزنیم، این سه تا دوره، سه تا دایره که ما میتونیم ازشون اشتراک بگیریم که حتی بعضی از نشانه های آخرالزمان، ظهور و قیام، با همدیگه مشترکه. منتها حد تحلیل این نشانه ها که مردم شاید دنبالشون برن و در موردش صحبت بکنن، این شاخص و این حدود رو تحلیل درست وقایع به ما نشون میده. برای چیه این موضوع رو انتخاب کردیم با عنوان روش شناسی پیشگویی محور؟ ببینید، برای شرایط آخرالزمان و دنیا، پایان دنیا و حضور منجی در تمام ادیان‌های الهی پیشگویی‌هایی وجود داره. اولیای خدا، انبیا و صلحا پیشگویی‌هایی رو برای مردم ارائه کردند. این پیشگویی‌ها برای، عرض کردم قبلا هم، عدم کج‌فهمی مردم و اینکه تحلیل غلط پیدا نکنن مطرح شده. اما مثلا نگاهی که غرب داره نسبت به این مسئله پیشگویی کاملا ایدئولوژیک و مبنایه. یعنی وقتی شما فضای غرب رو مطالعه میکنید، به عنوان مثلا مطالعات غرب شناسی، اگر اعتقاد به پیشگویی ها و نگاه های آخرالزمانی و آپوکالیپتیک رو بذارید کنار، اصلا تحلیل درستی نسبت به ماهیت غرب نمیتونید داشته باشید. این که مثلا غرب با تفکرات اعتقادی آخرالزمانی به صورت اولیگارشی داره حکومتش رو در کل دنیا منتشر میکنه. خب برای بازگشت مسیح، برای بازگشت منجی، اینها پیشگویی هایی رو دارن. مثلا در کتب مقدس خودشون، در مکاشفات یوحنا، شعیا نبی و و و موارد مختلف این پیشگویی ها اومده. حالا همون پیشگویی های تحریف شده. اینها تحلیلشون چیه؟ میگن ما این پیشگویی ها رو اگر به وجود بیاریم، یعنی این پیشگویی ها واقع بشه، اتفاق بیفته، مسیح باز خواهد گشت. حالا این پیشگویی ها چیا هستن؟ موارد مختلف رو با تفسیرهای مختلف در عرضم خدمت شما کتب مقدسشون و تفاسیر این کتب آوردن. حالا نمونه های مختلف داره، حتی مثلا 11 سپتامبر یکی از مثلا مدل های پیشگویی اینها بود. عرضم خدمت شما مثلا یکی از الان جدیدترین پیشگویی هایی که دارن و خیلی هم دارن روش تاکید میکنن، بحث ماه گرفتگی، 4 ماه گرفتگی که اگر اتفاق میفته در فضای آخرالزمان هستن و موارد این شکلی. اینها میرن به سمت این که پیشگویی رو به وجود بیارن و این پیشگویی منجر بشه به بازگشت مسیح. خب این غلطه. و متاسفانه فضای رسانه‌ای که برای مردم جهان به وجود آوردن این نشانه و این القا رو برای مردم داره که به دنبال نشانه ها باشید تا به منجی برسید. خب این نگاه غلطه. ببینید، این فضا اگر دامنگیر بحث تشیع و مهدویت اسلامی بشه، خب این نتیجه جز ناامیدی نداره. ببینید، این مقدمه رو دارم عرض میکنم برای اینکه برسیم به شرایط فعلی و اون فضای بحرانی که الان ویروس کرونا برای مردم جهان به وجود آورده و این رو به صورت یک پکیج کامل ببینیم. یعنی تو اون فضایی که الان مردم شوک شدن، مردم توی تقریبا نمیدونن میخوان چی کار بکنن، تو اون فضای حیرانی و حیرتی که قرار گرفتن، دقیقاً کجان و چجوری باید عمل بکنن. و تو این فضا برخورد و نوع تبیین اتفاقات باید چطور باشه که مردم آسیبی نرسه، مردم عرضم خدمت شما از لحاظ روانی صدمه وارد نشه. من ساعتم نشون میده که ساعت 8، حالا اگر اون قرار عرضم خدمت شما معنویتون و طبق رسمی که تو هر برنامه‌تون دارین فکر برسید برسیم که من حالا بحث رو انشالله ادامه بدم. باشه، پس تا اینجا شما فرمودید که ما روی نشانه ها نباید تمرکز بکنیم و تفکیکی داشته باشیم بین سه مقوله ظهور، قیام و آخرالزمان
میریم انشاءالله قرار عاشقیمون رو اجرا میکنیم، بعد برمیگردیم در ادامه صحبتهای شما. خیلی ممنون و متشکرم. ما در خدمت شما. خب قبول باشه همراهان عزیز که خدمتون هستیم، سلامی عرض کردیم خدمت آقا علی ابن مسترزا سلطان سریر ارتضا. انشاءالله که قبول باشه و کرونا رو انشاءالله به زودی شکست بدیم و از نزدیک بتونیم حرم آقا علی ابن مسترزا رو زیارت کنیم. بریم به مهمان امشبمون برسیم، کارشناس رسانه جناب آقای پورمسعود عزیز که بحث روش‌شناسی در مورد پیشگویی رو داریم در خدمتشون و تا اینجا مطرح کردن که ما باید تفکیکی داشته باشیم بین سه معقوله ظهور، آخرالزمان و قیام و این ستا رو نباید قاطی بکنیم و روش‌شناسی که در غرب وجود داره رو اشاره بهش داشتن و گفتن که دارن ضرورت نشانه رو برای ما زیاد میکنن که ما نباید این خطا رو بکنیم که روی نشانه تکیه داشته باشیم. میریم ادامه رو در خدمت های پورمسعود داشته باشیم. کامنت ها باز هست از الان و شما میتونید سوالاتی اگر دارید از جناب های پورمسعود بپرسید تا ما در خلال صحبت ها از ایشون بپرسیم. در خدمتتون هستیم جناب پورمسعود، بفهم. خب قبول باشه. من نمیدونم سوالی فکر می‌کنم پرسیدین، آخر صداتون قطع و وصلشون از صدا رو درست نداشتم. اگر سوالی پرسیدین که نه من خلاصی از بحثتون رو گفتم تا دوستانی که تازه به جمع پیوستن رو متوجه بشن. در خدمتتون هستیم، بفهم. خب عرض کردم که این فضای پیشگویی محوری که در غرب وجود داره، این نوع روش نباید درگیر تفکر مهدویت شیعی و اسلامی بشه. ببینید ما در روایات و پیشگویی هایی که حالا اسمش رو شاید بذارن پیشگویی به ما رسیده، فضای آخر زمان ترسیم شده. ببینید از زمان بعثت آقا رسول الله تا زمان ظهور آقا صاحب الزمان جل و تعالی فرجه و شریف، زمان آخر زمان نقل شده و ویژگی هایی برای این دوره مطرح شده. لذا وقتی مثلا ما میخونیم که قبل از ظهور مهدی سیل زیاد میشه، زلزله زیاد میشه، مرگ های ناگهانی اتفاق میفته و موارد مختلف، حتی مثلا در معتبرترین روایتی هم که اومده خدا آقا رسول الله برای سلمان داره مطرح میکنه که قوم آخرالزمان و شرایط آخرالزمانی به چه شکل هست، به صورت طولانی این روایت رو مطرح کرده و اون عصر جاهلی رو نشون داده، یا در روایت دیگری که آقای امام صادق علیه السلام به صورت مفصل بحث کردن و مطرح کردن که چه اتفاق میفته و خیلی هاشم واقع شده، یعنی اتفاق افتاده. مثلا اینکه گناه های جنسی و فحشا عمومی میشه و حالا تبدیل میشه به یک روال عادی، یک کار عادی و خیلیش واقع شده. اینها نشانه آخر الزمانه، نه نشانه ظهور. نشانه ظهور و نشانه قیام متفاوت از نشانه های آخر الزمانه. حالا مثلا عرض کردم اینا سه تا دایره است که ما میتونیم اشتراک از اینها بگیریم. اشتراک اینها میشه روایاتی که اهل بیت به ما منتقل کردن و ما رسوندن که ما بتونیم تحلیل درست داشته باشیم. مثلا خیلی از نشانه های ظهور رو هم که مطرح میکنم با عنوان نشانه ظهور، اصلا در دل ظهور اتفاق میفته. ببینید تو اون هندسه نشانه های حتمی و غیر حتمی، تو اون پلن اگر بخوایم بحث بکنیم، مثلا کشته شدن نفس زکیه در دل ظهور اتفاق میفته، یا مثلا خسف بعیدا در دل ظهوره. میگه که روایت اینطور نقل میکنه که صوفیانی متوجه میشه امام زمان عجل و تعالی فرجه و شریف ظهور کرده، لشکری رو میفرسته از سمت مدینه که برن مکه و مبارزه بکنه با امام زمان، و بین مدینه و مکه اون سرزمین ارزان خدمت شما مشخصی که اومده، خسف بعیده اتفاق میفته و لشکریان صوفیانی رو زمین میبله. خب این یعنی ظهور اتفاق افتاده است و این خبر به صوفیانی رسیده که این کارو داره انجام میده. پس ما نباید اسمش رو بذاریم نشانه های ظهور. شاید این
به صورت عامیانه و مصطلح جا افتاده به عنوان نشانه ظهور، بلکه این نشانه خودش در دل ظهور اتفاق افتاده. نشانه های قیام رو داریم که ما بین ظهور امام زمان و قیام جهانیشون 6 ماه فاصله است. خیلی از روایاتی که مطرح شده اصلا نشانه قیامه، حالا خارج از فضایی که ما تحلیل بکنیم انواع و اقسام روایاتی که در مورد قیام و ظهور آقا صاحب الزمان عجل و تعالی فرجه و شریف اومده. لذا یک بخش بزرگی از فضایی که الان از لحاظ روانی روی مردم ساطع شده و دارن کنش ها و رفتارهای متفاوت نشون میدن این هستش که رسانه ها دارن عجیب و غریب روی ذهن مردم اثر میذارن و این فضا رو میبرن به سمتی که مردم احساس کنن به پایان دنیا رسیدن و این اصلا عجیب نیست. حالا در این که ما بیایم بگیم آقا کرونا ساخته عرض خدمت شما آمریکا بوده یا نه، طبیعت این ویروس رو به وجود آورده و حالا همه گیر شده، خب اینجا بحث‌های مختلفی هست. ببینید ما سند قطعی نداریم که آمریکا این ویروس رو ساخته باشه یا بخواد ازش به عنوان سلاح بیولوژیکی استفاده بکنه، اما حالا نظر بنده است، عقیده شخصی بنده است که این ویروس ساخته شده. حالا شواهدی هم وجود داره، من منتقل میکنم به شما. ببینید ما در قبال غرب و در قبال این روش پیشگویی محوری که داره باید چند تا چیز رو کامل با هم ببینیم. یکی این که ما یک رژیم صهیونیستی داریم و یک صهیونیسم جهانی، این دوتا نباید با هم یکی تحلیل بشه و اینها رو کنار هم ببینیم. نه، ببینید ما یک رژیم صهیونیستی داریم که هیچی اونجا هست، رژیم واسبه، در حال نابودی هم هست، اون روز شمارش و شمارش مرکزش داره کار خودش رو انجام میده. یک صهیونیسم جهانی داریم، یعنی برای تفکر و عقیده مشترک از هر جنس اولیگارشی به وجود اومده و این اولیگارشی برای رسیدن به هدف خودش به صورت جهانی داره کارهای مختلف رو انجام میده که حالا بخشش میشه اون کانونهای سری و اون کانونهای جهان وطنی و قدرت محور که پول و ثروت رو دارن میبینن، مثلا کمیته 300 یا حالا اعضای این شکلی که خیلیش حالا به صورت اطلاعات آشکار منتشر شده. اینها صهیونیسم جهانی هستن، یعنی به صورت جهانی در حال حکومت و در حال دریافت و تولید ثروت هستن. حالا اینها که در اصطلاح بهشون میگن گلوبالیست ها، یعنی اونهایی که نگرش جهانی دارن، حالا اونها هدفشون چی بوده و حرف اصلیشون چیه؟ مدام تکرار میکنن که جمعیت جهان زیاده، جمعیت جهان رو ما باید کمش بکنیم. در پیشگویی ها اومده که جمعیت جهان در آخر زمان و در پایان دنیا برای بازگشت مسیح باید کمتر و کمتر بشه و بیماری های مختلف شیوع پیدا میکنه و از این دست موارد. با رسانه هاشون، با فیلم هاشون، با ابزار اصلی رسانه شون که هالیوود اومدن این بحث رو کامل مطرح کردن و برای مردم جا انداختن، مثل فیلم عرضم خدمت شما اپیدمی، مثل فیلم شیوع، مثل قسمت دوم عرضم خدمت شما فیلم داوینچی کد که دیگه رسماً اون پژوهشگر نشون میده، روی مانیتورم نشون میده، میگه که جمعیت جهان زیاده و مسلمان ها رو نشون میده، میگه ما با توجه به داستان های اساطیری خودمون که داره میگه یک ویروسی میاد مردم رو نابود میکنه و همه جهان رو میگیره و خیلی از مردم رو میکشه، ما این ویروس رو باید منتقل بکنه تا به اهداف جهانیمون برسیم. مثلا شما ببینید دقیقاً ویروس داره همین کارو میکنه. این ویروس طبق عقیده انتخاب طبیعی داروین داره پیش میره. انتخاب طبیعی داروین چی میگفت؟ میگفتش که هر کس که قوی تره و ژن قوی تر داره میتونه زندگی بکنه و این قانون بقاست. و برعکس اون چیزی که حالا تو دانشگاه های ما و جاهای مختلف دارن درس میدن، میگن فقط در زیست شناسی بود، نه، واقعا داروین این تفکر انتخاب طبیعیش در سیاست، در اقتصاد، در مسائل فرهنگی غرب واقعا ریشه دوونده و برای همین تو اخبار شما میبینید که اینها خدمات پزشکی رو به جوانترها میدن تا به اونهایی که پیرن و این دلیلش همینه، میگن آقا اونهایی که ضعیفترن خب طبیعتاً کشته میشن و اونهایی که جوانن باید خدمات پزشکی ببینن و قوی ترها باقی بمونن.
این تفکر داره چیکار میکنه؟ میگه اونهایی که سنشون بالاتره کشته بشن. خب الان جهان غرب، اروپا، آمریکا با چی درگیره؟ دقیقا با بیمه ها درگیره، با آدم های بازنشسته درگیرن که دیگه هیچ تولیدی ندارن، هیچ خدماتی ندارن و صرفا دارن مصرف میکنن. و حالا که بعد از مثلا حالا 30 سال 40 سال کار کرده، بدبخت شده، تمام توان بدنش گرفته شده و موقع این که حالا استراحت بکنه و حالا بیمه دریافت بکنه و پول دریافت بکنه، حالا دیگه باید کشته بشه و از بین بره و این معضل حل بشه. شما نگاه بکنید، مثلا در پیشگویی های مختلف یه تایمی آوردن گفتن نوستراداموس پیشگویی کرده و پیشگویی هاش داره به وقوع میپیونده. باز در جریان پازل نوستراداموس که آوردن فیلم رو ساختن با عنوان مردی که جهان را فردا را دید، یه همچین چیزی، اومدن مسلمان ها رو نشون دادن، نمیدونم 11 سپتامبر اتفاق افتاد و و از این دست موارد مختلف. حتی نمیدونم تو بخشی از پیشگوییشون آوردن و زمانی که در شهرهای مرکزی برج ها فرو ریخته میشود و همون داستان 11 سپتامبر رو آورد و این پیشگویی ها رو ساختن. و حالا جالبه بدونید الان پیشگویی هایی که دارن منتشر میکنن، مثلا یک رسانه انگلیسی فکر میکنم آسوشیتد پرس بود که یک گزارشی رو منتشر کرد، گفتش که در پیشگویی های نوستراداموس جدیدن اومده که در سال جدید ترامپ ترور میشه. خب خیلی جالبه دیگه. شما ببینید نوستراداموس الان سال 2020 رو نمیدونم ریاست جمهوری ترامپ رو کجا دیده، اصلا تو کدوم متون اومده که همون موقعش هم که این پیشگویی ها رو مطرح میکردن نقد های عجیبی وارد بود که اصلا متن رو اینا تغییر داده بودن، یعنی اون یه چیز دیگه گفته بود، اینا یه چیز دیگه نوشته بودن که بتونن جورش در بیارن با اون اتفاقی که قراره بیفته. الان دارن این مسئله رو مطرح میکنن که آقا ترامپ قراره ترور بشه. حالا من نمیگم، من دارم میگم ها، که فرد به عنوان حالا نظر پول مسعود منتشر بشه، نه، دارم میگم این پیشگویی رو دارن انجام میدن و ذهن ها رو دارن آماده میکنن. ترامپ چرا باید ترور بشه؟ چون دقیقاً ترامپ مخالف عقیده گلوبالیست ها داره پیش میره. اونها میگفتن باید شرکت ها در چین باشه، جاهای مختلف چین رو ما باید بگیریم، توان و نیروی انسانی بالایی داره، باید ورود پیدا بکنیم در چین. ولی ترامپ اومد گفت نه، باید برگرده این اقتصاد توی خود آمریکا رقم بخوره، شرکت ها برگردن، کمپانی ها برگردن، و این دقیقا مخالف عقیده گلوبالیست هاست. و برای همین میبینید خیلی از سیاستمدارها، رسانه هایی که در دست یهودیان به صورت اولیگارشی داره دست به دست میچرخه و این رو مدیریت میکنن، با ترامپ مخالفن و ضدش دارن عمل میکنن. خب اینها طبیعیه. اینها رو عرضم اینه که به صورت یک پکیج کامل ببینیم. نمونه نوستراداموس رو آوردن در جهان اسلام به عنوان پیشگویی ها، یه شبکه بهش دادم تو عراق، شروع کردیم پیشگویی ها رو مطرح کردن. ببینید این که مثلا در یک کتابی اومده یه ویروسی میاد، ماسک نمیدونم کم میشه، چند سال پیش این کتاب چاپ شده و این رو مطرح کرده. اینها ببینید یک نمیدونم سندروم، یه مریضیه، یه نمیدونم درگیری عجیب دارن تو این چیزایی که نمادها و پیشگویی هاشون رو بسازن و به زور به مردم بقبولونن، یعنی بگن دیدید ما قبلا گفته بودیم. اون حالا کتابی که منتشر شده در دست رسانه ها میچرخه، شاید سالها پیش اگر کسی میخونه اصلا برای کسی اهمیتی نداشت که نداشته. الان که اون اتفاق افتاده داره این کتاب دست به دست میچرخه. یا مثلا فلان فیلمی که سال 2011 اکران شده و به این موارد و این مسائل پرداخته داره دست به دست میچرخه. برای هم میخوام بگن دیدید ما گفته بودیم، دیدید اونها رو ساختیم. و همین کم شدن جمعیتی که مدام دارن ازش دم میزنن، ببینید الان توی گزارشاتی که اومده میگن که اگر شما حساب بکنید طبق روند شیوع این ویروس داره پیش میره، 1 میلیارد نفر در جهان ممکنه این بیماری رو بگیرن و طبق همون حالا میزان کشته که از مبتلایان به دست اومده که حالا 2%، یعنی 20 میلیون نفر به سادگی کشته میشن با این ویروس. و توجیهش یک بیماری، توجیهش یک ابتلا، ضعف بدنی و هر چیزی. خب این 20 میلیون با کدوم جنگ، با کدوم استراتژی میتونست اتفاق بیفته که حتی توجیه عقلی هم داشته باشه و کسی محکوم نشه؟
خب خیلی پس در راستای تفکرات انقلابیستا و کسایی که اولیگارشیک دارن جهان رو حالا به زعم خودشون اداره میکنن و سیاست هاش رو پیش میبرن جور در میاد. شاید سنده نداشته باشیم، اما شواهد و تحلیل ها این رو میرسونه که به عنوان یک سلاح بیولوژیک داره استفاده میشه. لذا مدل این پیشگویی ها رو عرض کردم آوردن تو اسلام، در مهدویت اسلامی یه شبکه تو عراق بهشون دادن و شروع کرد این صحبت ها رو کردن. اینکه شما مثلا میبینید در پیشگویی ها مرد بزرگ نظامی میبینم که در عراق کشته میشود، نمیدونم جهان فلانجا ایران به هم میریزه، فلان اتفاق میفته. این پیشگویی ها سبک همون تفکر صهیونیسم جهانیه که این رو میاد مطرح میکنه، مغزها رو آماده میکنه، ذهنها رو آماده میکنه، احساسات رو هدایت میکنه به یک هدف خاص و این اتفاق میفته. لذا این پیشگویی ها جای تعجب برای ما نداره. حالا نکته اصلی که ما به این روش شناسی میرسیم چیه؟ ببینید کسی که به دنبال منتظر امام زمان هست و به دنبال اینه که برای زمین سازی ظهور کار بکنه، نباید نشانه ها اولویتش باشه. ببینید اتفاق افتادن نشانه ها شرط حکومت و ظهور آقا صاحب زمان نیست. این یک واقعیتیه. تا زمانی که اون شرایطی که شیعه با عنوان قدرتمند شدن و المانهای قدرت به ما منتقل شده دست پیدا نکنه، این ظهور به سختی اتفاق میفته. ولو با این شرط که چی میگه؟ میگه آقا یا حرکت میکنی به سمت ظهور و حرکت میکنی به سمت طلب کردن اون انسان کامل، یا میبرمت به این سمت. ببینید فضایی که امروز برای مردم به وجود اومده، این فضا داره کسی رو طلب میکنه که میگه آقا من در مدیریت دنیا الان ناتوان شدم، نمیتونم واقعا کاری بکنم. الان طبق آمارهایی که دارم میدم، میگن نصف جمعیت جهان به صورت قرنطینه خانگی دارن زندگی میکنن و کدوم شرایط ارزان خدمت شما اقلیمی میتونست این فضا رو برای مردم به وجود بیاره. ما این شرایط رو باید دقیقا درک بکنیم و بریم به سمت اینکه های مردم باید طلب بکنیم اون منجی رو. وقتی خود آقا صاحب از آن کسرت در دعای فرج رو برای منتظران و شیعیان داره توصیه میکنه و میفرماید باید دعا بکنید و کسرت دعا در فرج داشته باشید، ما باید بفهمیم که این دعا نمادی از فعالیت، نمادی از حرکته. اگر قرار پیشگو محور پیش بریم، صرفا تبدیل میشیم به گزارشگر آخرالزمان، مثل یک گزارشگر فوتبالی که داره بازی رو صرفا گزارش میکنه، نه بازی میکنه، نه طرفداره، نه چیزی. یه جاهایی شور و شوق زیاد به وجود میاره، یه جاهایی احساسات رو غلیان میده، یه جاهایی ناراحتی رو منتقل میکنه و در عمل واقعا کاری نمیکنه. یعنی کسی که داره بازی میکنه شخص دیگه است، بازیکن دیگه است. ما قرار گزارشگر فوتبال باشیم یا واقعا کسی باشه که تو زمین داره بازی میکنه و تو میدون داره بازی میکنه؟ حالا هر کدوم بهتر، یکی دروازه‌بانی میکنه، یکی گل میزنه، یکی بازیه نمیدونم بدون توپ اثرگذار داره و همه این مسائلی که با این مثال میشه جا انداخت. امام زمان وقتی داره کثرت در دعا رو به ما توصیه میکنه، یعنی که برای من یه حرکتی بکنید، یه فعالیت جمعی داشته باشید. وقتی ما در روایت توصیه شده که قوی بشید، شیعه باید قوی بشه، یعنی باید شرایطی رو به وجود بیاره که از شیعیان بشه دفاع کرد. یعنی شیعه قدرت رسانه‌ای داشته باشه، قدرت سیاسی داشته باشه، قدرت نظامی داشته باشه، این سه تا المان قدرت رو در کنار هم ببینه. شما مثلا ببینید در همون فضای پیشگویی آخرالزمان، ما روایت داریم از حضرات معصومین که اگر فحشا و گناه جنسی به صورت علنی در جهان اتفاق بیفته، بلاهایی خواهید دید که تا حالا مثلش در دنیا نبود. خب ما این همین رو داریم میبینیم. ما در دعای عهد چی میخونیم؟ میگیم زمانی ظهور واقع میشه، زمانی مردم به استقرار میرسن که به استناد این آیه قرآن زهر فساد فی البر و البحر، یعنی فساد در زمین و دریا داره ظاهر میشه و ما این رو داریم میبینیم و امنیتی دیگه از لحاظ روانی برای مردم وجود نداره. ما اون شرایط الان داریم درک میکنیم. وقتی میگه آقا مهدی زمانی ظهور میکنه که ملعد ظلمن و جورا، تمام جهان
پر شده باشه از ظلم و جور. خب این ظلم و جور رو ما داریم میبینیم، نه این که ما بریم به سمت این که ظلم و جور رو افزایش بدیم ها. این دقیقا میشه نگاه پیشگو محورانه، که ما بریم به سمت این که پیشگویی رو به وجود بیاریم. یعنی اگر به ما میگن دنیا پر از ظلم و جور میشه، ما بریم ظلم کنیم، یعنی افزایش بدیم ظالم رو. خب این غلطه. اگر این مبنا داره معرفی میشه به عنوان اینکه آقا ظلم داره افزایش پیدا میکنه، جهان پر از ظلمه، باید یعنی ما بریم به سمت ظلم ستیزی، فضایی رو به وجود بیاریم که ما از یک شاهرا یه آبباریکه رد بشه و با این ظلم مبارزه بکنه که راه رو هموار بکنه برای حضور کسی که منجیه. شما نگاه بکنید الان فحشا به صورت صنعت در اومده، یعنی پرن به عنوان یک صنعت پولساز داره توی دنیا کار خودش رو انجام میده. خب این فضای فحشای علنی کی میخواد جلوشو بگیره؟ یعنی فاصله جوان امروز فرق نمیکنه، ایرانی، شیعه، غیر شیعه، آمریکایی، اروپایی، آفریقایی، با گناه یعنی با یک عمل خطا کمتر از 5 ثانیه است. گوشیشو میتونه برداره و این گناه رو انجام بده. شاید قبلا این فضا وجود نداشت، شاید قبلا این شرایط وجود نداشت و امروز وجود داره. امروز اینها به وقوع پیوسته و باید ذهن ما و حرکت ما آماده بشه که آقا الان موقعش که یه کاری بکنیم. ببینید یک شاید نمیدونم، امروز داشتم فکر میکردم که زمانی که عصر غیبت برای شیعیان اتفاق افتاد و امام رو دیگه نمیدیدن و دسترسی به امام نبود و اون دوره ها اتفاق افتاد، مردم فهمیدن که قدر حضور امام رو نمیدونستن. این خیلی مهمه. حالا شرایطی بر ما پدید اومده که به صورت عقلی درسته، اینها به صورت عقلانی ما الان حالا نمیتونیم در حرم ها بریم، نمیتونیم زیارت بکنیم تا این فضا کنترل بشه و این حالا به گفته متخصص این زنجیره انتقال قطع بشه. الان به این میرسیم که واقعا ما قدر زیارت رو نمیدونستیم. ما قدر توسل در مکان معنوی اهل بیت و حرم اهل بیت رو نمیدونستیم. حالا شاید فرصتی باشه که بفهمیم حضور در همین حرم ها و حریم های اهل بیت خودش یک امتیاز و پوان رو برای شیعه، برای اون توسل، برای اون حضوری که حالا قرار شیعین کنار هم دیگه همدل می شدن. ببینید اینها نکنه واقعا از بیعملی ما باشه، نکنه خدا داره این نشونه رو به ما میده که ببینید اگر قرار بر بیعملی باشد من دارم عذابی به شما نازل میکنم که اصلا از کرونا و این چیزا خیلی بدتره. نبود امام، استفاده نکردن از محضر امام میشه همین دنیایی که دارید میبینید، قانون جنگل. خدا داره این رو به ما میفهمونه و شما میبینید که دقیقا در دوران نوح، در دوران لوط، در دوران شعیب و همه این جوامعی که در قرآن قصه شون ذکر شده و مطرح شده برای عبرتگیری ما، یعنی بلا استثناء فعتبرو داره یا اون عبارت عبرت گرفتن برای ما نقش شده که استفاده بکنیم، میبینیم عموم اتفاقاتی که در این جوامع میفته، رفتارشناسی هایی که مطالعه بکنید، میبینید به جامعه میرسید که دقیقا در آخر زمان پکیج کاملش رو دارید میبینید. در جامعه نوح دقیقا فساد بیشتر بود، جامعه آموزشیش میرفت سمت این که دیگه ولی خدا رو نمیپذیرفت، اصلا قبول نداشت خیلی از چیزا رو، میگفت من با تکنولوژی خودم، با عقل خودم، با علم خودم تمام این مدیریت ها رو انجام میدم. امروز ما دقیقا داریم این مدل افراد رو میبینیم، ما داریم لوات علنی میبینیم، ما داریم عرضم خدمت شما همجنسگراها و همجنسبازان رو دیگه به صورت حقوق بشر دارن مطرح میکنن که باید ازشون حمایت بشه. لذا فضای روششناسی برخورد با آخر الزمان و فضاهایی که برای ما به وجود میاد بسیار باید هوشمندانه باشه. ببین ما مردم رو نباید ببریم به سمت این که نگاه کن نشانه اتفاق افتاد، دیدی خب حالا این دیدیه چی شد؟ یعنی این فضایی که الان به عنوان نشانه ما مطرح کردیم چی شد؟ ما باید مردم رو ببریم به سمت این که دنیا واقعا آخر الزمانه، دنیا واقعا طوفانی شده، واقعا روی آرامش به خودش نمیبینه، زمین داره
خودش با زبان خودش با زلزله ها با سیل ها داره میگه که من میخوام که حجت الهی بر من حکومت بکنه، اینها رو میخواد، ولی اینها یک شرطی داره و اون شرط حضور و آمادگی امثال من و شماست. اگر این حضور و آمادگی وجود نداشته باشه، ببینید فضای اتفاق خواهد افتاد که در عاشورا اتفاق افتاد. ببینید این که ما بشینیم نگاه بکنیم آیا این نشانه اتفاق خواهد افتاد یا نیفتاد، یا در روایت اومده یا نیومده، دقیقا مثل این میمونه که امیرالمؤمنین در جنگ صفین از کربلا عبور میکنه، اومد گفت میبینم که خون فرزندم رو اینجا میریزن با اصحابش، یا پیامبر این وعده رو داده بود که حسین ابن علی رو چطور با چگونگیش و جزئیاتش شهید میکنن، و آدم های اون روز بودند که امام حسین و سال 61 هجری رو داشتن درک میکردن. اما نکته اینجاست چند نفر پاکار امام حسین علیه السلام بودن در اون دوره؟ این مهمه. بعدها اومدن گفتن که بله ما شنیده بودیم از علی علیه السلام که حسین ابن علی اینطور کشته خواهد شد. خب آیا کمکش کردی؟ یا صرفاً گزارشگره بودیم؟ یا خیلی اومدن گفتن بله ما دیدیم که آقا رسول الله بارها گفت به ظلم و مثلا به ناحق خون نوه من رو خواهند ریخت و به بدترین شکل ممکن کشته خواهد شد. خب اینها رو شنیدیم، عملمون چی بود؟ این بود که شما حق و باطل رو تشخیص بدید، این که بفهمید اگر کسی روبروی حسین ابن علی ایستاده، اون ظلمه، اون جوره، اون طرف باطله و تو باید طرف امامت رو بگیری. برای همین این روش شناسی اینجا مشخص میشه که مردم آخر زمان قرار نیست باز هم عاشورا رو رقم بزنن، قرار این بار شرایط رو برای حسین ابن علی زمانشون به وجود بیارن و اون شرایط مطلوب برسه به جایی که ما بتونیم حکومت بکنیم، بتونیم انسان بودن، آرامش، اون آسایشی که در قرآن و در آیاتش اومده رو به تمام مردم جهان بچشونیم. این که بگیم آقا فضای دنیا، فضای زندگی و فضای عرضم خدمت شما خداشناسی و توحید خیلی لذت بخشتر از این فضای دنیایی که با عقل محدود انسانها داره ادامه مسیر میده. برای همین این تکمیل میشه در روایتی که از آقای امام باقر علیه السلام به ما رسید که فرمود در سال 60 قرار بود فرج اتفاق بیفته که با کشته شدن حسین ابن علی به سال 140 منتقل شد، یعنی 60-70 سال این عرضم خدمت شما تأخیر افتاد. در سال 140 به علت عدم رازداری شیعیان به مدتی نامعلوم منتقل شد. یعنی اینکه باز اینجا شیعیان اثر اصلی و زمینه اصلی در اینکه ظهور اتفاق نیفته، فرج اتفاق نیفته، اهل بیت به اون حکومتشون نرسن داشتن. برای همین باز ما در روایت میبینیم که میگن آقا شیعیان باید فلان کار رو بکنن که ظهور اتفاق میفته، یا آقا صاحب الزمان در توقیعی که به شیخ مفید نوشتن و اونجا نکاتی رو آوردن، تمام اونها برای ما باید درس بشه، یا تشرفی که علی ابن مهزیار داشت که میگه دیدار ما تأخیر افتاده به سه علت، به دنبال مالندوزی رفتید، از همسایه‌ها خبر ندارید و از یاد ما غافل شدید. این ستا شروطیه که ما باید داشته باشیم. اگر قراره بریم به سمت اینکه ظهور رو رقم بزنیم، باید دیدگاه ایدئولوژیک با جهانی داشته باشیم که صهیونیسم شده هدفش و به صورت اولیگارشیک داره با ما مبارزه میکنه. ما اثر وضعی رفتارهامون رو در دنیا نمیتونیم انکار بکنیم. ببینید اگر ما بخوایم بگیم نه گناه اینا خرافات شما اومدید گفتید، اون یکی اومده گفته، نمیدونم اینها از دل تفکرات و تخیلات در شرایط مختلف وجود اومده، خب این غلطه. ما داریم اثر وضعی گناه و اثر وضعی دعا رو میبینیم. شما نمیتونید این رو منکر بشید و بگید وجود نداره. برای همین این روش پیشگو محورانه روش غربیه و روش تقابل با این موضوع و با این رفتار نگاه درست به مسیر اصلی و اصول درست آخر و زمان شناسیه.
این که ما خوب دشمنمون رو بشناسیم، روش‌هاش رو دقیق بدونیم چیه، که اصلی ترینش همین مبنای پیشگو محورانشه که موارد مختلف داشته. مثلا کلی اومدن پیشگویی کردن گفتن شیطان از این سرزمین یعنی در عراق ظهور میکنه و شد حمله به عراق، و همین الان میبینید تحلیل کلی این گلوبالیست ها این که آقا ایران جبهه مقاومت رو به وجود آورده، الان چند تا خلأ داره. یک، با حضور عرضم خدمت شما ویروسی و پدیده‌ای به اسم کرونا، ایران ضعیفه و درگیر کروناست، قاسم سلیمانی رو نداره و اون وحدت در جبهه مقاومت وجود نداره. این تحلیل اونهاست، این نقل قول اونهاست، و حالا بهترین زمان برای حمله به جبهه مقاومت و عراق هست، که شما الان میبینید وضعیت عراق واقعا عجیب غریبه و دستخوش اتفاقات و تغییراتی خواهد شد که تهش انشالله خیره و به نفع جریان مقاومت تمام خواهد شد. اما این رو میخوام بهتون بگم که اگر ما کرونا ویروس رو به عنوان یک پدیده به صورت یک پکیج کامل در تفکر گلوبالیست ها ببینیم، میبینید یک ابزاریه برای پیشبرد عرضم خدمت شما اهداف رسانه‌ای سیاسی و اقتصادیشون. شما به شاخص اقتصادی وقتی بیاد پایین، ببینید از لحاظ چین حالا چطور این اقتصاد رو بتونن به سوددهی برسونن. حالا کافیه مثلا چین ارز دیجیتالش رو به صورت رسمی، همین ارزم خدمت شما این جدید، همین ارز دیجیتالی که جدید اومده، همین رو به صورت علنی رونمایی کنه و به صورت دولتی ازش بخواد استفاده بکنه، ببین چه بلایی سر اقتصاد آمریکا خواهد اومد. و این باز به نفع اون جریان گلوبالیستی که در جهان وجود داره و اون اقتصادیه که از چین داره نشأت میگیره. ببینید این درگیری ها رو اگر به صورت پکیج ببینیم، میبینیم ما ایدئولوژی برتری داریم که متاسفانه خوب ازش استفاده نمی کنیم. داریم تبدیل میشیم به گزارشگرانی که طبق روش شناسی غربی ها میخوایم با آخر زمان برخورد بکنیم و این غلطه. لذا خلاصه بحث امشب بنده که حالا خدمتتون ارائه دادم این بود که روش ما در برخورد با آخر زمان این که نشانه ها رو بشناسیم، درست بدونیم کجا برای چه زمانی و برای چه پلنی طراحی شده، و اولویت اصلیمون حرکت در اصول و اساس قواعد آخرالزمان باشه. این که ما باید قوی بشیم، این که ما تو این عصر باید به شدت از لحاظ رسانی خودمون رو قوی بکنیم که در ضعف قرار داریم، در موضع ضعف قرار داریم، باید به سمتی بریم که مردم رو از لحاظ فطرت با منجی آشنا بکنیم و آقا صاحب از زمان آشناشون بکنیم، و این دعا در کنار عمل دو سلاح قوی برای فضای رسانه‌ای جهانی که در پیش روی ما قرار داره سلاح‌های خواهند بود که هدف ما برای ظهور رو انشالله سرعت می‌بخشه. و این فضا و این جریان آخرالزمانی که در دنیا شکل گرفته، این نوید رو به ما میده که مردم جهان یک پیام آشکار رو دارن دریافت میکنن، اینکه برگردید به وحی و برگردید به اون فطرتی که خود خداوند متعال برای شما قرار داره، و باید بریم به سمت اون منجی اصلی و اون انسان کامل. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون و متشکرم جناب پور مسعود عزیز از توضیحاتی که داشتید. چند تا سوال اومده از محضرتون میپرسم، با توجه به اینکه لایو ممکنه قطع بشه چون مدت زمانش یک ساعت هست و بعد از اون شما محبت کنید سوالها رو پاسخ بدید. خب سلام مجدد داریم خدمت شما همراهان عزیز، خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. ما قسمت پایانی برنامه داریم، سوالاتی که شما عزیزان پرسیدید از ما، من ابتدا سوالا رو از جناب پور مسعود عزیز میپرسم و این نکته هم یادآور بکشم که ما در شبهای آینده هم خدمتتون خواهیم بود. فردا شب رو در خدمت جناب دکتر متینفر هستیم با موضوع فیک نیوز، و امشب هم در خدمت جناب پور مسعود. شبهای آتی هم انشاءالله خدمتتون اعلام خواهد شد. جناب پور مسعود، 4 تا سوال اومده، من 4 تا سوال رو از محضرتون میپرسم، شما با توجه به زمانی که مد نظرتون هست مدیریت بفرمایید و
سوالها رو جواب بدید. سوال اولی که پرسیدن، اطلاعاتی از استفاده سرویس های اطلاعاتی غربی یا اسرائیل از اجنه دارین؟ اینو پرسیدن. سوال دوم، حالا تو صحبتاتون اشاره کردید، تحلیلتون راجع به وضعیت کنونی غرب چیه؟ پرسیدن که آیا میخوان با نشانه سازی یک آخر زمان کاملا ساختگی بسازن، یا چون به نتیجه رسیدن ظهور امام زمان نزدیکه دنبال تقابلن؟ این سوال سوم. گفتن که با توجه به این تحلیل ها این ویروس ممکنه چند سال طول بکشه. و سوال آخر هم، نظرتون راجع به اتفاقات جدید مثل دیدشان اجنه در آینده چیه؟ این سوال رو اگه محبت کنیم بخور جواب بدین تا بینندگانمون پرسیدن. باز اگه سوالی بود حضورتون میپرسن. در خدمتتون هستیم جواب بدین. عرضم خدمت شما که حالا این سوالاتی که دوستان لطف کردن ارسال کردن، ببینید من حالا از اون که مرتبط به بحثمون شروع میکنم اون سوالو، بعد هم سراغ سوالاتو برم. این که پرسیدن غرب به دنبال تقابل یا ساختن یک امام زمان دروغین یا منجی دروغین، ببینید این که غرب واقعا ظهور رو نزدیکتر از ما میبینه در این شکی نیست. این که فیلم هاشو داره میسازه، نگاه هاشون وجود داره و رسانه هاشون دارن این کارو میکنن، برنامه های تحلیلی میرن در مورد نمیدونم جمع کردن در مورد عراق، در مورد برخی از اگر صحبت های مسئولین ما نسبت به امام زمان و مهدویت وجود داشته باشه، در اینها شکی نیست. در این هم که ضد قهرمان و منجی دروغینی بسازن برای منحرف کردن و گمراه کردن مردم، باز هم این یک استراتژی که اینها با هم منافاتی نداره. در قسمت اول که ظهور امام زمان رو نزدیک میبینن، خب پروژه آنتیکراست رو شروع کردن، اسلامیک آنتیکراست، که میگن آقا اون امام زمانی که داره میاد ضد مسیحه، یعنی دجاله، اون امام زمان شیعیان. حالا به صورت خیلی خلاصه دارم یه خطی عرض میکنم. قسمت دومم اینه که اصلا اساس کار اینها در شرایطی که مردم فشار روانی سنگین دارن و دنبال یک مرجع معنوی هن، دنبال یک ملجعی هن که آماده و آرامش پیدا بکنن و آماده بشن برای اینکه به اون تعادل عاطفی برسن، یک منجی دروغین میسازن. که من حالا چند وقت پیشم که دوباره باز در خصوص همین بحث رسانه کرونا صحبتی داشتم، از که گفتم من نگران اینم که بعد از این شرایط اینها یک منجی دروغینی دوباره رو نکنن، درست نکنن و شروع کنن فضا رو به گمراهی کشوندن. در مورد سوالی که فرمودن آیا دستگاه اطلاعاتی غربی از اجنه استفاده میکنن، بله استفاده میکنن. بنده مطلب و اون یادداشتی هم توی کانالم نوشتم و گفتم توی یک مورد، یعنی توی یه دونه مورد از اینها برای آزادی جاسوسان، برای آزادی ارزم خدمت شما دیپلومات هاشون در لانه جاسوسی، اینها از اجنه استفاده کردن که اسنادش هم هست. من لینک وبسایت CIA دادم که این اسناد رو منتشر کرده و از طبقه بندی خارج کرده، که حتی توی یکی از اسناد اگر دانلود بکنن دوستان PDFش رو، نقاشی اون اتاقی که این گروگان ها هستن هم کشیدن و گذاشتن توی اون ارزم خدمت شما گزارشاتشون، و اون افسر و فرمانده پنتاگون زیرش امضا کرده به عنوان پروژه، فکر می‌کنم مشعل شعله همچین معنایی میده که استفاده میکنن. و اگه آقا چرا این اسنادم منتشر کردن، اصلا چرا باید از طبقه بندی خارج بکنن؟ چون به عنوان یک ابزار دارن میبیننش و به عنوان یک وسیله‌ای که میتونن ازش استفاده بکنن و این کار رو انجام بدن دارن بهش نگاه میکنن. و بحث طبیعیه، حتی یک مستندی هم ما داشتیم به عنوان کاگبه، سرویس های مخفی، پرونده های ذهنی. حالا من هر چی گشتم این پیدا نشد، توی مجموعه ای از مستندها هست، من خودم هنوز نتونستم پیداش بکنم، ولی خودم اون زمان که پخش سال فکر میکنم 90 بود، یه دوره‌ای هم 88-89 پخش شد که در مورد پرونده یه سری از جواسیس که کاگبه داره کار میکنه از اجنه و نیروهای ماورایی استفاده میکنه. ولی برای ما نباید این عجیب باشه، چون ما آیه قرآنش رو داریم، مدل های مختلف داریم که این استفاده رو دارن اینها از اجنه میکنن. این که اجنه در آینده دیده بشن یا چطور دیده بشن یا حالا این اتفاق بیفته یا نه،
ببینید اینها به دنبال این که اجنده رو به عنوان خدا و اون مرجع اصلی خلقت معرفی بکنن هستن. شما مثلا فیلم واچمن رو اگر ببینید، فیلم واچمن همین رو داره میگه، ارتباط با یک اجنه که در طول دوره‌های مختلف تاریخی بوده و وقایع رو درک کرده، کمک میکنه، حتی رابطه جنسی دارن، یعنی داره اینها رو آشکار میکنه و حالا میبینید تازه سریالش رو ساختن، یعنی سریال واچمن شروع کرده، پخش شده، حالا من دو سه قسمتش رو بیشتر ندیدم که این ضد قهرمان‌ها رو داره نشون میده و از قهرمان‌ها و درگیری‌هاش در حالا آمریکا طبق معمول و فضای آخرالزمان به وجود آوردن دارن میسازن و البته کاملش رو نگاه نکردم نمی‌دونم فضای داستانشی، اما چون اینها یک داستان رو گسترش میدن این رو دارن نشون میدن. یا سریال ارباب حلقه‌ها در شرف پخش است که با همون دیدگاه‌های توراتی، با همون دیدگاه‌های پیشگومهورانه دوباره سریال این رو ساختن و میخوان برای مردم جا بندازن که این اتفاق‌ها قابل اثبات هست و راحت میفتن، ارتباط با اجنه و شیاطین رو دارن عادی میبینن و این رو میخوان برای مردم جا بندازن. ولی این که ببینید حتی در شرایط مختلف هم ما داشتیم که آدم‌های مختلف میرن برای استفاده از وسوسه از انسان‌ها سراغ اینها میرن. ما مثلا همین شیخی که سالها قبل در قم به عنوان شیخ استخاره آیه جعفری تبار مطرح بود، خودشون ارتباط با شیطانش اثبات شد برای دادگاه و تو حکمی که اومده بود برایشون اثبات شد و استفاده میکنه. یعنی استخاره هایی که برای مردم میگرفت، حالا نمیدونم بعضی از مخاطبین درگیرش بودن یا نبودن، یه جور استخاره رو برای پشت تلفن میگفت انگار کل داستان رو یه مثلا دو روزی نشستی تعریف کردی، بعد این برات میگفت. خب این از قدرت شیطان و اجنه است. حالا بحثمون نوع قدرت و هیته اختیارات اجنه و شیطان نیست که بخوایم بحث بکنیم، ولی واقعا استفاده میکنن از این کارا و در کنارش خیلی از موارد دیگه اتفاق افتاد. نمیدونم عرضم خدمت شما زنای محسنشون، لوات ایشون، همه اینها برای دادگاه اثبات شد و حالا حکماش اومد. همون موقع به واسطه چی میگفت؟ گناه بکن و من بهت خدمات بدم. حالا چقدر این استخاره ها درست بود، چقدر زندگی ها رو به هم ریخت، چقدر تصمیمات شغلی رو عوض کرد در لباس دین. حالا شما دارید میگید سرویس های غربی، میخوام بگم این ورش هم داشتیم، نه اینکه نبوده و اتفاق نیفتاده. لذا شما در آخرالزمان این درگیری رو میبینید، یعنی این درگیری ایدئولوژیکه. برای همینم هم به شدت منع شده که ما در روایت داریم کسی که بره دنبال احضار جن و نمیدونم احضار ارتباط با شیطان و اینا در زمره مشرکینه. بعد این رو در قالب حتی فرقه و در قالب عام شدنش هم آوردن. مثلا شما همین عرفان حلقه رو اگر بررسی بکنید ببینید دقیقاً مبتنی بر عرفان یهود و کابالا و ارتباط با شیطان داره پیش میره. ما موارد مختلف رو داشتیم که با شیاطین ارتباط گرفتن، مثلا طرف رو درمان کرده، بیماریشو برداشته، بعد بیماری بدتر گرفته و هزاران اتفاق و سوء استفاده‌های دیگری که از این آقایون شده که حالا سردستشون هم در رفرف این کانادا، حالا احتمالاً اونم شبکه تلویزیونی میزنه آقای طاهری و شروع کنه اون داستان‌های انرژی درمانی و نمیدونم احضار جنش و از این چیزا رو به صورت رسانه‌ای مطرح کردن. حتی اگر تو برنامه‌تون هست میتونم پیشنهاد بدم از آیه مزاری سیف دعوت بکنید در این لایف ها شرکت بکنن، ایشون کامل در جریان درگیری عرفان حلقه، پرونده های قضایی و بحث های مختلفشون بوده و میتونن این رو ابعادش رو برای شما باز بکنن که اجنه و شیاطین چه بلایی سر برخی از عضو همین فرقه حلقه آورد و چطور زندگی هاشون ریخت به هم و چه آسیب هایی دیدن به واسطه باز کردن اون دروازه و اون راه که شیاطین در زندگی ما ورود پیدا بکنن. لازم میگم حالا محل بحثمون هم نیستیم، بحثم میدونم جذاب، الان ممکنه سوالات بیشتری هم بیاد تو این زمینه. لازم خلاصه بحث اینه، بلاخره چیز غیر طبیعی نیست، واقعا عادی و منتظر حالا شاید اخبار بیشتر هم باشید که این کار رو انجام میدن. یه مثال جالبم بزنم، تو جنگ 33 روزه ما داشتیم که اومدن برای اولین بار مطرح کردن، گفتن ما نتونستیم آرایش جنگی دشمنمون رو تشخیص بدیم. چرا؟ چون فضایی که خدای پوهنی که به مؤمنین داده و بل اخص شیعیان داده اینه که یک حسم و یک دیوار
و سپر دفاعی خوب برای مؤمنین ایجاد کرده که این دیوار رو اگر این سپر رو خوب شیعیان درک بکنن، شیطان به هیچ عنوان راهی در این عرضم خدمت شما فضا نداره. شاید شما مثلا بگید آقا قرآن بسم الله الرحمن الرحیم اینها به تنهایی کافی نیست. ببینید ما مورد داشتیم طرف قرآن تو بغلش بوده و هنوز این شیاطین بودن که می‌خواستن اذیتش بکنن، یعنی کیس مطالعاتی بوده که این اتفاق افتاده و حرفی که رد و بدل شده این که گفتن آقا بگو شیعه امیرالمؤمنینم و این گفته که اگه راست میگه خودش بگو و اعتقاد داشته باشه. برای همین ما داریم میگیم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، یعنی اگر کسی در ولایت امیرالمؤمنین قوی شد و به این اعتقاد داشت، هیچ شکی نکنید که شیاطین به هیچ عنوان هیچ غلطی نمیتونن بکنن و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، مگر اینکه در قدرت اونها یکی نسبت به قدرت اهل بیت و قدرت خداوند برتری شما ببینید، یعنی دوچار شرک خفی شدید، یعنی قدرت اونها اون شیاطین رو بالاتر از قدرت خدا دیدید، خب این خودش یک گناه و گناه دروازه ورود شیاطین هست که ما روایت هم داریم شما گناه که میکنید از ولایت اهل بیت خارج میشید و وقتی از ولایت اهل بیت خارج شده خب طبیعتاً اون سپر دفاعی رو ندارید، لذا این ترسی اصلاً وجود نداره برای شیعیان. برای همین شما حزب الله لبنان به بهترین شکل ممکن با رژیم صهیونیستی مبارزه میکنه و این اجنه و غیر اجنه و شیاطین و اینها نمیتونن باهاشون برخورد بکنن و البته در کنار تلاش ها و توانایی هایی که شیعیان انجام میدن قدرت خدا رو نباید دست کم بگیریم و اون امدادهای غیبی که به شیعیان میرسه و در طول تاریخ و در طول جهان اسلام هم ما نمونه شدیم در 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، جنگ 33 روزه و موارد مختلف این چنینی که در خاطرات و موارد مختلف صورت مستند نقل شده داریم، لذا هیچ جای نگرانی نیست و این امری طبیعی است. در خدمت شما هست. خیلی ممنون و متشکرم جناب پورمسعود عزیز، وقت گذاشتید و بحثا رو به طور کامل گفتید خدمت بینندگان. ما سوال دیگه ای رو نداریم چون کامنت ها رو بستیم و قرارمون هم بود که تا این مدت خدمت عزیزان باشیم. حالا باز انشاءالله اگر سوال دیگه بود برنامه های دیگه خدمتتون هستیم. من خودم چیزای جدیدی یاد گرفتم و خیلی خوب بود، تبیین شد مسائل برای ما. بازم اگر توضیحات تکمیلی رو خودتون صلاح میدونید بفرمایید، اگر نه که از حضورتون مرخص میشم. در خدمتتون هستیم. زنده باشید. من یه سوال فکر کنم جواب ندادم، این سوالی که پرسیده بود و گفته بودن چند سال طول میکشه، ولی من پزشک نیستم، ولی چیزی که حالا متخصصین و پزشکان دارن مطرح میکنن این فضا و این شیوع کرونا شاید 4-5 سال در کل جهان ها، حالا نه کشورهای مختلف، این سرعت کنترلش و سرعت شیوعش اینا متفاوته، مثل که 4-5 سال طول میکشه. چون آخرین مقاله‌ای که داشتم میخوندم حالا قبل از همین جلسه اینو نوشته بودن که ممکنه تا فعلا تا آمارهایی که از و نوع انتشار و سرعت انتشاری که در کشورهای مختلف وجود داره احتمالاً 4-5 سال حالا یه درگیری هست و تبدیل میشه به این به یک بیماری فصل سرما، یعنی مثلا آنفولانزا و سرماخوردگی چیزای مختلف و این فضای اپیدمی عبور خواهیم کرد. نکته خاصی نیست، فقط این که این روزها روزهایی که خداوند برای دعا قرار داده، برای تفکر ما قرار داده و ما میتونیم اهل بیت رو وسیله قرار بدیم برای این که توفیق بهمون بده از زمینه سازان ظهور حضرت حجت از جلال تعالی فرج و شریف بشیم و بتونیم با دعای خودمون با عمل خودمون اندازه خودمون اندازه اون توانایی که داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس اندازه توانایی خودش یک قدم برای ظهور آقا صاحب از زمان برداره و قطعا خدا ببینه ما هر کس اندازه توانایی خودش داره قدم بر میداره و دیگه بیشتر از این واقعا نمیتونه، اون نصرت خودش و اون فضل خودش رو به ما میرسونه و قطعا کمک ما میکنه و انشالله که ظهور نزدیکه و این دعا فکر میکنم این روزها خیلی بیشتر بتونیم لمسش بکنیم و حسش بکنیم که اللهم عجل ملک الفرج. جناب پورمسعود من یک سوال دیگه از محضرتون بپرسم، چون میخوایم یک برداشت عملی بکنیم از بحث امشب
و با یک تصمیم و یک برداشت عملی بریم بیرون. شما به بحث آمادگی خیلی تکیه کردید تو صحبتاتون، اگر بتونین این آمادگی رو باز بکنید که الان دقیقاً برای آمادگی ما چی کار باید بکنیم و وظیفه ما چیه، ممنون میشم اینو برای همراهان یه توضیح بدید. ببینید، این نظر شخصی بنده است با توجه حالا به فضایی که از دنیا و این مسائل سیاسی و اقتصادی اینها میبینم، مهمترین اصل و عرضم خدمت شما مهمترین چند بار تأکید کردم و اساسی ترین بحثی که الان هر منتظری باید انجام بده، یک، آموختن سواد رسانه‌ایه، یعنی یاد بگیره اصول سواد رسانه‌ای رو، دو، به بقیه یاد بده. یعنی ما امروز از لحاظ سیاسی، از لحاظ عرضم خدمت شما نظامی قوی هستیم، یعنی اون درگیری ها تونستیم اون حکومتی که حالا به اسم شیعه جمع شده رو نگه داریم، ولی از لحاظ رسانه‌ای داریم میبازیم. یعنی تو هر اتفاقی ما از لحاظ رسانه‌ای آسیب پذیریم و این درگیری شناختی که برای ما به وجود آوردن و جنگ ادراکی که ما درگیرش هستیم، خیلی از مردم ما ناآگاهن نسبت به اون. برای همین من فکر میکنم بهترین کار و اساسی ترین کار برای یک شخص منتظر اینه که از لحاظ رسانه‌ای خودش رو قوی بکنه. منبعی، کتابی، دوره آموزشی رو اگر در رابطه با سواد رسانه‌ای که ببینید خود ما که حالا این دوره‌های این دوره‌های سواد رسانه‌ای رو حالا شروع کردیم، خدا رو شکر، حالا خدا توفیق داد، خود مدد آقا صاحب از زمانم بود، این لطف داد که ما تونستیم تو خود مشهد هم اجرا کردیم، ما این دوره رو برگزار کردیم، از اساتید متخصص هم استفاده کردیم، حالا خوردیم به این فضای این کرونا و اینا، این متوقف شد، ان‌شاءالله برنامه‌مون تو کل کشور و تو کل استان‌های کشورمون ان‌شاءالله این رو انجام بدیم اندازه خودمون. عرضم خدمت شما که کار مبانی دانشگاهی این چیزی هم سواد رسانی نشده، حالا خوشبختانه یا متاسفانه تو کشور ما، ولی خب ببینید، هم تو کانال خودم گاهنوش و هم کانال آرما که حالا لینکش رو دوستان دارم، واحد رسانه مؤسسه مساف، یک سیر آموزش سواد رسانه به صورت مقدماتی گذاشته شده، یعنی سرچ بکنن سیر مطالعاتی، یعنی همون بالا سرچ بکنن این اسم کتابا با انتشاراتشون و اینا میاد. حالا باز مثلا من کتابهای جدید یا موارد مختلف، مقاله های مختلف میبینم، حتما این رو منتقل میکنم که حالا اون سطح بندی آدمایی که دوستانی که میخوان شروع بکنن، آغاز بکنن، چه جوریه، به چه شکل هست، اینها رعایت بشه. اما فعلا فکر میکنم 10-15 تا کتاب رو گذاشتم، دسترسیش هم آسونه، یا PDFش هست، یعنی که حالا در بازار موجوده که استفاده بکنن و مطالعه بکنن. انشالله که حالا ما به فضایی برسیم که از لحاظ رسانه‌ای قطعا همینطوره قوی میشیم و این تبدیل میشه به ابزار و سلاحی که میتونیم با اونها مبارزه بیشتر داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم، زحمت کشیدید، لطف کردید، و پس ما باید با یک تصمیم عملی در رابطه با سواد رسانه‌ای، اگه همین امشب اینو یاد گرفته باشیم و بریم دنبال این، خیلی خوبه، و با یک تصمیم عملی بریم بیرون. خیلی ممنون و متشکرم جناب فرو مسعود عزیز، لطف کردید، وقت گذاشتید، استفاده کردیم، و انشالله اون کانال گاه نوشت که معرفی کردید و بقیه موارد رو هم دوستان دنبال بکنن. باز اگه سوالی بود از بپرسین تا ما از آقای پور مسعود بپرسیم، اگر فرصت‌های بعدی خدمتشون بودیم بتونیم این سوال‌ها رو از مصدرشون بپرسیم. فردا شب هم انشالله خدمتتون هستیم رأس ساعت 19:45 با جناب دکتر متین فر با موضوع فیک نیوز. همینجا خدافظی میکنم از محضرتون، التماس دعا، یا علی، خدا نگهدار.